سانتننی سن فکو و موج نسی، و و متشکرم که برنامه ارتباط ایمان را دنبال میکنید، جایی که میتونیم شما را به خداوند ارتباط بدیم. همیهنان عزیز سلام رز کنم خدمت یکایک شما و به برنامه ارتباط ایمان خوش آمدید. خدا رو شکر میکنم که میتونم در یه برنامه دیگه از ارتباط ایمان در خدمت شما عزیزان باشم دوستان از انجیل لغا امروز میخوایم بخونیم باب, نو باب 16 انجیل لغا باب 16 آیه 19 تا 31 لطفا که تا رو باز کنید به انجیل لغا باب 16 و از آیه 19 تا 31 با هم بخونیم آیه 19 شخصی دولتمند بود که از که ارغبان و کتان میپوشید و هر روزه در عیاشی با جلال به سر می برد و فقیری مگروه بود نام که او را بر درگاه او میگذاشتند و آرزو می داشت که از پاره هایی که از خان آن دولتمند میریخت خود را سیر کند بلکه سگان نیز آمده زبان بر زخمای او میمالیدند. باری آن فقیر بمرد و فرشتگان او را به آغوش ابراهیم بردند و آن دولتمند نیز مرد و او را دفت کردند پس چشمان خود را در عالم اموات گشوده خود را در عذاب یافت و ابراهیم را از دور و ایلازر را در آغوشش دید آنگاه به آواز بلند گفت ای پدر من ابراهیم بر من ترحم فرما و ایلازر را بفرست تا سر انگشت خود را به آب تر ساخته زبان مرا خنک سازد زیرا در این نار معذبم ابراهیم گفت ای فرزند به خاطر آور که تو در ایام زندگانی چیزهای نیکوی خود را یافتی و همچنین ایلازر چیزهای بد را لیکن او الحال در تسلی است و تو در عذاب و علاوه بر این در میان ما و شما ورته عظیمی است چنان که آنانی که میخواهند از اینجا به نزد شما عبور کنند نمیتوانند و نه نشینندگان آنجا نزد ما توانند گذشت گفت ای پدر به تو التماس دارم که او را به خانه پدرم بفرستی زیرا که مرا پنج برادر است تا ایشان را آگاه سازد مبادا ایشان نیز به این مکان عذاب بیایند ابراهیم وی را گفت موسا و انبیا را دارند سخن ایشان را بشنوند گفت نه ای پدر ما ابراهیم لیکن اگر کسی از مردگان نزد ایشان رود توبه خواهند کرد وی را گفت هرگاه موسا و انبیا را نشنوند اگر کسی از مردگان نیز برخیزد هدایت نخواهند پذیرفت آمین بیایید دعا کنیم و با دعا شروع کنیم خدایا تو رو شکر میکنیم برای کلامت برای خداوند این کلام تو راست صحت داره و از الهام توست خداوندا شکرگزارت این برای کلامت و دعا میکنم کنم خداوندا خودت به این پیام برکت بدی و خداوندا به من قدرت و حکمت بدی تا بتونم با روح تو بتونم موزه کنم در نام عیسی مسیح آمین دوستان پیام امروز هست واقعیت وجود جهنم واقعیت وجود جهنم دوستان بعضی ها اعتقاد ندارن که جهنم وجود داره میگن که خداوند خدای رحیمه خداوند خدای نیکوز مهربونه و نمیتونه این خدا چجوری میتونه که انسانها رو بفرسته جهنم و ردش میکنند ایتیستا یعنی اون کسایی که بی خدا هستند رد میکنند به جهنم اعتقادی ندارن خیلی از مذاهب به جهنم اعتقاد ندارن خیلی از کلیسا ها هستن که به واقعیت جهنم اعتقاد ندارند اما واقعیت چیزی که کتاب مقدس فرمود ما کتاب مقدس هر چی میگه ما اعتقاد داریم مهم نیست که مردم چه چیزی راجع به خداوند اعتقاد دارن که آیا خداوند وجود داره یا نه کتاب مقدس میگه زیرا میگه در ابتدا خدا آسمان و زمین را آفرید خداوند زمین آسمان را آفرید مهم نیست که مردم چه فکری میکنن مهم نیست که ایتیست ها کسایی که نظریه تکامل رو اعتقاد دارن چه تخیلی دارن چه عقیده دارن چیزی که کلام خداوند میگه در ابتدا خدا خدا زمین آسمان را آفرید کتاب مقدس میگه که خدا به جسم ظاهر شد مهم نیست که مردم چه اعتقادی دارن راجع به عیسی مسیح که عیسی پیامبر یا آدم خوبیه یا هر کیه کتاب مقدس میگه خدا به جسم ظاهر شد خدا بود عیسی مسیح به صورت جسم اومد ظاهر شد در این دنیا پس دوستان خداوند توی کلامش اراده خودش رو به ما نشون داده خ... کلام خداوند کتاب مقدس میگه راسته و تا عبدالعباد زنده و باقی است کتاب مقدس راجب جهنم تعلیم داده در مزامیر باب 9 آیه 17 میخونه میگه شریران یعنی گناهکاران به هاویه خواهند برگشت هاویه یعنی جهنم شریران به هاویه خواهند برگشت و جمیع هایی که خدا را فراموش میکنند امتهایی که خدا را فراموش میکنند میگه به حاویه همراه با شریران به جهنم خواهند برگشت امثال 7 27 میگه خانه او خانه یعنی زن فاحشه طریق حاویه است و به حجره های موت معدی میباشد اشیا 5 14 میگه از این سبب هاویه هر... هرس خود را زیاد کرده و دهان خیش را بیحد باز نموده است و جلال و جمهور و شوکت ایشان و هر که در ایشان شادمان باشد در آن فرو می رود به جهنم به حاویه فرو می رود متا پنج ایسای مسیح از همه کس بیشتر راجع به جهنم تعلیم داد ایشون فرمودن لیکم من به شما می گویم هر که به برادر خود بی سبب خشم گیرد مستوجب حکم باشد و هر که برادر خود را راغا گوید مستوجب قصاص باشد و هر که احمق گوید مستحق, مستحق آتش جهنم بود عیسی مسیح میگه آتش جهنمی وجود داره در متا 25 آیه 41 عیسی مسیح فرمود بگه پس اصحاب طرف چپ را گوید ای مل اونان از من دور شوید در آتش جاودانی که برای ابلیس و فرشتگان او مهیا شده است پس دوستان کتاب مقدس میگه که جهنم وجود داره عیسی مسیح بیش از هر تعلیمی بیش از بهشت راجب جهنم تعلیم داد و عیسی مسیح گفت اصحاب طرف چپ را خواهند گفت در زمان آخر در موقع داوری خواهد گفت خداوند ای مل اونان از من دور شوید و در آتش جاودانی که برای ابلیس و فرشتگان او مهیا شده حقیقت اینه که خداوند جهنم رو برای ابلیس برای شیطان خلق کرد و برای فرشتگان شیطان برای دیوها که همراه با فرش، فرشته زیبای که شیطان بود سقوط کرد از بهش برای اونا آفرید اما ما هم همانند شیطان سرکشی می کنیم و گناهکار هستیم و لایق جهنم هستیم پس عیسی مسیح گفت که جهنم وجود داره و مثلی زد راجب اون شخصهایی که فریسیان مذهبی که اومدن سراغ عیسی مسیح و عیسی رو رد کردند و عیسی مسیح بهشون راجب واقعیت جهنم تعلیم داد در لغا باب 16 میخونیم مرد ثروتمند و ایلازر فقیر رو عیسی مسیح حکایت کرد و این حکایت یه داستان نیست یه چیز واقعیه چون اسم ایلازر رو برد ایلازر شخص واقعی بود و در لغا میخونیم باب 16 آیه 19 تا 21 میگه شخصی دولتمند بود که ارغوان و کتام میپوشید و هر روزه در عیاشی با جلال به سر میبرد و فقیری مگروه بود ای نام که او را بر درگاه او میگذاشتند و آرزو می داشت که از پاره هایی که از خانه آن دولتمند می ریکت. خود را سیر کند بلکه سگان نیز آمده زبان بر زخمای او میمالیدند پس میگه که یه شخص دولتمند بود یه شخص ثروتمند بود که به عیاشی روزگار خودش رو سپری میکرد خانی داشت سفره بزرگی داشت و پر از غذاها و نوشیدنی ها و الکل مشروبات الکلی مختلف وجود داشت و میخورد صبح تا شب میخورد و لذت میبرد ایاشی میکرد زنا کنارش بودند و عیاشی میکرد و زنا می کرد با زنا و عیاشی روزگارش رو به سر می برد لذت می برد از پول از مادیات و فقیری بود یه فقیری بود مغروه کسی که ذلیل بود و زخمی بود و مجروح شده بود این آذر که او را بر درگاه او می گذاشتن بر در این مرد ثروتمند می زاشتن که اون آشغالی که باقی میموند از غذاهای تهمانده ریز و خورده های که می‌موند میریختند بیرون از خونه از اونا آرزو میکرد که بره ورداره تا بتونه خودش رو سیر کنه میگه سگا هم میومدند و زخمای این مرد ایلازر مرد فقیر رو میمالیدن سگش هم میومد میمالی تا اون زخمش التیام پیدا کنه پس این مرد مرد فقیر بود عذاب میکشید اما خدا رو میشناخت اما نجات رو داشت عیسی مسیح رو میشناخت و ایمان آورده بود و نجات عیسی مسیح رو داشت گرچه فقیر بود تنگ دست بود اما عیسی رو میشناخت و نجات دوستان بستگی نداره که چقدر پولدار باشید تا نجات پیدا کنید چقدر باسواد باشید که تا مادس می خداوند نجات خود را از حکیمان از باسوادان نگه داشته و به کودکان نشون داده و حکیمان و باسوادان کسایی که ثروتمند که هستند چشاشون نام معمولا میبندن به کلام ساده عیسی مسیح به انجیل نجات بخشی که ساده است خبر خوشه عادی ساده رو رد میکنند اما کودکان و اون کسایی که ساده دل هستند میپذیرند با تمامی دل و ایمان میارن و نجات پیدا میکنند و در آیه 22 میخونیم که تا آمده است باری آن فقیر بمرد و فرشتگان او را به آغوش ابراهیم بردن هللویا می این فقیر ایلازر مرد و او را فرشته ها به آغوش ابراهیم بردن جایی که ابراهیم بود یعنی در کنار ابراهیم اونو گذاشتن فرشته ها اینو اومدن بدرقه کردند آوردن احتمالا گل انداختن دور گردنشون و سپردن بردن در بهشت در کنار ابراهیم و اون رفت کنار ابراهیم رفت بهشت آیه 22 تا 23 میگه و آن دولتمند نیز مرد اون ثروتمند که به ایاشی زندگی میکرد مرد و او را دفن کردند میگه او را نبردن نزده میگه او را دفنش کردند این مرده بود پس چشمان خود را در عالم اموات گشوده خود را در عذاب یافت این شخص دولتمند مرد به محض اینکه این, این مورد دف, شد میگه چشمان خودش رو باز کرد و دید که در عالم انواحته دید که مورده. در واقع انگار این مرگ یه چیز موقتی بود از اونجا عبور کرد و اومد به یه عالم دیگه یه دنیای دیگه خود را در عالم انواح دید جای مردگان جایی که مرده ها هستند و عیسی مسیح یه کسی به من ایمان بیاره هرگز نخواهد مرد ما مسیحیان نمی بلکه ما زنده هستیم تا در آباد میگه در عالم انواح یافت خود را در عذاب یافت دید که داره عذاب میکشه داره زج میکشه تو این عالم امواد و ابراهیم را از دور و ایلازر را در آغوشش دید میتونست ابراهیم را از دور ببینه دید که ابراهیم توی بهشته دید که ایلازر هم کنار ابراهیم همون ایلازری که در دم درش هر روزه می نشست تا آخر عمرش دید که ایلازر میاد هر روز دم درش و از آشغال های غذاش داره میخوره و تحقیرش می کرد بهش محل نمیداد بهش غذا نمیداد کمکش نمی کرد دید که ایلازر در کنار ابراهیم داره لذت میبره از از بهش و از فردوس ولی خودش را در عذاب یافتید که افتاده توی عالم اموات و در جهنم داره میسوزه داره عذاب میکشه عذاب یعنی عذاب یعنی زجر یعنی درد میکشید از اون عالم امواتی که همراه به عذاب به همراه داشت دید که داره عذاب میکشه آیه 24 می آنگاه به آواز بلند گفت ای پدر من ابراهیم ای پدر من ابراهیم احتمالا یهودی بود که ابراهیم و پدر خطاب کرد گفت بر من ترحم فرما به من رحم کن و ایلازر را بفرست تا سر انگشت خود را به آب تر ساخته زبان مرا خنک سازد زیرا در این نار معذبم یعنی در این آتش عذاب میکشم گفت خداوند گفت ابراهیم ای, ای پدر من این ایلازر را بفرست ایلازری که حقیر بود در طول زندگیش در طول عمرش فقط در دم درش مینشست آشغال می خورد حالا محتاج ایلازر فقیر شده محتاج شده که میگه ایلازر رو بفرست تا بره انگشتش رو فرو کنه به آب تا یه قطره بتونم از اون آب بنوشم یه قطره تا بتونم تسکین پیدا کنم بتونم التیام داشت دارم عذاب میکشم دارم میسوزم از تشنگی مردم ابراهیم به من رحم کن ای ابراهیم ایلازه رو بفرست به من رحم کن دارم عذاب میکشم زیرا در این نار در این آتش عذاب میکشم آیه 25 ابراهیم گفت ای فرزند به خاطر آور که تو در ایام زندگانی چیزهای نیکوی خود را یافتی و همچنین ایرازر چیزهای بد را لیکن او الحال در تسلی است و تو در عذاب گفت به یاد آور ابراهیم گفت به یاد داشته باش توی زندگی تو همه چیز داشتی چیزهای نیکو خداوند بهت بخشیده بود خداوند بهت ثروت داده بود بهت پول داده بود این همه امانت بهت داده بود اما تو امانت داری نکردی خیانت کردی به مادیاتی که خدا بهت داده بود به اون مساله به اون پول و ثروتی که خدا داده بود تو همه رو برای خودت نگه داشتی همه رو برای خودت استفاده کردی عیاشی کردی باش به فکر به فکرت بسپار به یادت بیار یادت هست ولی ایلازر یادته که چجوری عذاب میکشید چیزای بدش داشت اما او داره تسلی داره آرامش پیدا میکنه داره لذت میبره از فردوس ولی تو در عذابی و در جهنم دوستان میتونیم به یاد گذشته باشیم یعنی انسان میتونه به خاطر بیاره که چجوری در زمین که فرصت داشت میتونست به عیسی مسیح ایمان بیاره و عیسی مسیح میدونست که عیسی روی صلیب مرده بود و نمیرفت سراغ عیسی مسیح بگی که ایسا منو نجات بده تو برای من مردی برای گناهان من مردی منجی من شو منو نجات بده تا بعد از مرگ بیام نزد تو نجات پیدا کنم اما هیچ موقع نرفت ای م... سراغ ایسای مسیح هیچ موقع نرفت که نجات پیدا کنه و دوست داشت که لذت ببر میگفت که دنیا همینه فقط بخور بیا و لذت ببر بیا دنیا همینه و فقط یه بار عمر کنی فقط یه بار زندگی میکنی لذت ببر بخور و بنوش همینه دنیا همینه که هست مرگ مرگ چیه من نخواهم مرد پول دارم من میتونم برم دکتر میتونم نمیدونم عمل جراحی کنم فلان کار بکنم فکر میکرد که دنیا همینه ولی به فکر این نبود که عمر سری میگذره زمان به سرعت داره میگذره و به نزدیک میشه به ابدیت به روز داوری داره نزدیک میشه و عذاب میکشید آیه 26 میه ابراهیم به وی گفت و علاوه بر این در میان و ما و شما ورطه عظیمی است یعنی شکاف ری عظیمی است چنانکه آنانی که میخواهند از اینجا به نزد شما عبور کنند نمیتوانند و نه نشینندگان آنجا نزد ما توانند گذشت به عبارت دیگه ابراهیم میگه که بین ما که در فردوس هستین و شما که در جهنم هستیم یه دره عظیمی هستش که کسی نمیتونه رد بشه نه کسایی که توی بهشت هستن میتونن برن جهنم برای شما آب بیارن و نه کسایی که توی جهنم هستن میتونن رد بشن بیان توی بهشت کسی نمیتونه این کار انجام بده و این تعلیم به ما یاد میده که خیلی از ادیان به دروغ وابسته هستن دروغ و اعتقاد دارن میگن که موقعی که میری برای گناهانت مجازات میشی و بعد از اونجا منتقل میشی میری فردوس این واقعیت نداره که تا امادست میه بین فردوس و جهنم ورته عظیمیه که کسی نمیتونه رد بشه از این ور به اون ور, اون ور, اون ور از فردوس به جهنم یا از جهنم به فردوس گفت نمیشه ایلازر نمیتونه برای تو آب بیاره ممکن نیست آیه 27 تا 28 میگه گفت ای پدر به تو التماس دارم دید که هیچ امیدی نیست امیدش از بین رفت و نمیتونه آب بخوره فهمید که تا ابد باید تشنه باشه گفت التماس دارم که او را به خانه پدرم بفرستی به یاد یک... یک کسایی افتاد به یاد خانواده‌اش افتاد گفت التماس میکنم ایلازر حداقل بفرست خانه پدرم آیه 28 میگه زیرا که مرا پنج برادر است تا ایشان را آگاه سازد مبادا ایشان نیز به این مکان عذاب بیایند این خواهش میکنم التماس دارم ابراهیم ای ایلازر بفرست نزد خانواده‌ام نزد پنج تا برادرم که اونا میدونم عیسی مسیح و ایمان ندارند نجات ندارند بفرست که بره به اون پنج تا برادرم بشارت بده بگه که جهنم هستش بگه که جهنم وجود داره واقعیت داره که مبادا اونها هم به این مکان عذاب بیاین چندی باره میگه عذاب عذاب میکشید درد میکشید در جهنم میسخت گفت مبادا اونها هم بیان به این مکان عذاب امیدش که از بین رفتید که نمیتونه آب بخوره نمیتونه غذا بخوره نمیتونه التیام تسکین پیدا کنه تسلی پیدا کنه به فکر خانوادش افتاد فهمید که خانوادش راهی جهنم هستند گفت بفرست که اونا بتونن بیان آگاه بشن و بیان بهش دیان جهنم و آیه 29 ابراهیم وی را گفت موسا و انبیا را دارند سخن ایشان را بشنوند موسا انبیا رو دارم موسا این یعنی موسا تورات نوشته بود انبیا هم منظورش اون پیامبران فرعی که کل تورات کل عهد و منظورشه میگه اونا عهد عتیق تورات رو دارند کلام خدا رو دارند سخن موسا و انبیا رو بشنوند اگه میخوان نجات پیدا کنند توی کتاب مقدس نوشته شده عیسی مسیح گفت کتب را تفتیش کنید زیرا آنها است که به من شهادت میدهند یعنی عهد میگه به من شهادت میده به من نوشته اشیا 53 آیه 56 میگه زیرا به سبب تقصیرهای ما او مجروح شد به سبب گناهان ما او کوفته گردید پیشگویی میکنه راجب به عیسی مسیح که برای گناهان ما کوفته شد مجروح شد مصلوب شد عیسی مسیح گفت کتب را تفتیش کنید و ابراهیم هم گفت به اون مرد ثروتمند گفت اونا موسی و انبیا رو دارن عهد عتیق رو دارن تورات رو دارن برن بخونن و نجات پیدا کنن دوستان کتاب مقدس خداوند به ما داده و ما باید بخونیم اینو باید چرا چون راهی جهنم هستیم باید بخونیم اگه میخوای نجات پیدا کنی از جهنم باید اینو بخونی باید اگه نخونی راهی جهنم هستی بدون استثنا چون گناهکاری گناهان تو رو میبره جهنم و خداوند راه نجات گذاشته عیسی تنها راه نجاته عیسی فدیه گناهان ما شد تا بتونیم با ایمان به عیسی مسیح از گناهان آزاد بشیم این نجات یافته بود به عیسی ایمان آورده بود و راهی بهش شد و رفت کنار ابراهیم و این مرد ثروتمند میگه که ایرازه رو بفرست پیش برادرانم تا اونا رو آگاه ساز بهشون میگه جهنم است ابراهیم گفت نه اونا موسا و انبیا رو دارن سخن ایشان را بشنوند آیه سیمی می گفت نه ای, برا... ای, پدر ما ابراهیم گفت نه ای پدر ما ابراهیم لیکن اگر کسی از مردگان نزد ایشان رود توبه خواهند کرد گفت خداوند ای ابراهیم ای پدر من اگه اینا اگه اینا بفرستی بره نزد برادرانم اونا ایمان خواهند آورد چون اگه یکی از مردگان زنده بشه حتما ایمان خواهند آورد آیا واقعیت داره ای کسی از مردگان زنده بشه آیا ایمان خواهند آورد مردم عیسی مسیح از مردگان زنده شد و اینو تاریخ نوشته مورخان نوشتن کتاب دست میگه آیا همه به عیسی مسیح ایمان دارن آیا همه ایمان آوردن به عیسی مسیح تا نجات پیدا کنند گرچه همه شنیدن که عیسی از مردگان زنده شد گرچه همه شنیدن که عیسی مرده ها را زنده میکرد موقعی که در این زمین بود آیا همه ایمان دارند خیلی از مذاهب ایمان دارند که عیسی مسیح مرده ها رو زنده می کرد اما آیا واقعا به تنها راه به تنها نجات دهنده عیسی مسیح ایمان دارند آیا از مذهب توبه کردند مسلما نه و ابراهیم جواب داد می وی را گفت هرگاه موسی و انبیا را نشنوند اگر کسی از مردگان نیز برخیزد هدایت نخواهند شد به عبارت دیگه اگر کتاب مقدس رو نخونید اگر این کتاب مادس اعتقاد نداشته باشید اگه کسی از مردگانم زنده بشه بیاد به شما بگی که عیسی تنها نجات دهنده است عیسی برای شما مرد روی صلیب فدای گناهان شما شد اگه ایمان بیارید نجات خواهید یافت آیا اون شخص ایمان خواهد آورد و میگه که ابراهیم گفت اگه کسی کلام خدا رو نشنه ایمان نیاره تا اگه کسی از مردگانم زنده بشه ایمان نخواهند آورد هدایت نخواهند شد دوستان این مسئله بود که عیسی مسیح زد و این واقعیت بود عیسی مسیح داره این تو این مثالی که زد به فریسیان میگه که جهنم وجود داره گفت این ایلازر رفت فردوس اما مرد ثروتمند که نجات نداشت همش در این دنیا به عیاشی زندگی میکرد توبه نکرده بود از گناهان هی ادامه میداد به گناهانش به عیاشیش ادامه میداد با گناهانش مرد رفت جهنم و خودش در عذاب یافت جایی که میتونست به یاد خونوادش باشه جایی که میتونست آتیش رو لمس کنه احساس کنه میتونست بوی تعفن رو تأفون رو، میتونست بچشه میتونه ببینه میتونست که اون ابراهیم و ایلازر رو ببینه پس توی جهنم میتونیم ببینیم میتونیم میتونیم گوش بدیم ابراهیم باش با حرف میزد میتونست بشنوه میتونست عذاب لمس کنه آتیش رو لمس میکرد عذاب میگفت من در عذابم در این آتش در عذاب هستم منو نجات بده پس دوستان در جهنم ما بدن غیر فانی خواهیم داشت این کسایی که میرن جهنم بدن دارن بدن غیر فانی که نمیمیره اما همیشه میسوزه همیشه مجازات میشه همیشه در عذاب هرگز نخواهید مرد دوستان اگه ایمان ندارید به عیسی مسیح اونجا خواهید رفت راهی جهنم هستید اما راه نجات برای شما هست عیسی نجات را برای ما آورده و میخواد که ما را نجات بده اگر توبه نکنید راه جهنم هستید دوستان در مکاشفه 21 آیه 7 تا 8 میکنیم که عیسی مسیح فرمود و هر که غالب آید وارث همه چیز خواهد شد هر که یعنی بر شیطان بر وسوسه بر گناه غالب آید وارث همه چیز خواهد شد و او را خدا خواهم بود و او مرا پسر خواهد بود لاکن ترسندگان و بی ایمانان و خبیسان و قاتلان و زانیان و جادوگران و بت پرستان و جمیع دروغگویان نصیب ایشان در دریاچه افروخته شده به آتش و کبریت خواهد بود این است موت ثانی موت اول مرگ جسمانی ها ماست ولی موت ثانی مرگ دوم وجود داره که کسایی که گناهکار هستند بی ایمان هستند ایمان ندارن به عیسی مسیح خبیث هستند دروغگو هستند ظالم هستند جادوگر بت پرست خدایان غیر رو پرستش میکنن و جمعی دروغگویان نصیب ایشان در دریاچه افروخته شده به آتش و کبریت خواهد بود این نصیب گناهکاران این نصیب کسایی که به عیسی مسیح ایمان نمیارند. در مکاشفه 20 آیه 11 تا 15 داوری آخر رو میتونیم بخونیم میگه و دیدم تختی بزرگ سفید و کسی را بر آن نشسته که از روی وی آسمان و زمین گریخت و برای آنها جایی یافت نشد و مردگان را خرد و بزرگ دیدم که پیش تخت ایستاده بودند و دفترها را گشودند پس دفتری دیگر گشوده شد که دفتر حیات است و بر مردگان داوری شد به حسب اعمال ایشان از آنچه در دفترها مکتوب است و دریا مردگانی را که در آن بودند بازداد و موت و عالم اموات مرد گانی را که در آنها بودند باز دادند و هر یکی به حسب اعمالش حکم یافتند و موت و عالم اموات به دریاچه آتش انداخته شد این از موت ثانی یعنی دریاچه آتش و هر که در دفتر حیات مکتوب یافت نشد به دریاچه آتش افکنده گردی دوستان میگه که دفترها باز میشه در روز قیامت دفترها باز میشه و نگاه میکنن به دفتر حیات دفتر حیات بره نگاه خواهند کرد ببینن که اسم شما در این دفتر حیات هست یا نه نگاه میکنن نیست میگه جهنم در بفرستید دریاچه آتش و خواهید رفت در دریاچه آتش اگه به اون بره خداوند به عیسی مسیح ایمان ندارید راهی جهنم خواهید شد این کسایی هستن که به عیسی ایمان نمیارن کسایی هستن که اون محبت ازلی خدا فیض خداوند رو رد میکنن نقشه خداوند رو گذاشتن زیر پاشون و رفتن سراغ ادیان، رفتن سراغ بیدینی، رفتن سراغ ایاشی اینا توبه نمیکنند و راهی جهنم خواهند شد و اسمشون در دفتر حیات نخواهند بود در اعمال باب 16 آیه 30 تا 31 پولس رسول فرمود ای آقایان مرا چه باید کرد البته پولس رسول اونجا بود در زندان بود و به زندانبان فیلیپی اونجا داشتن سرود میخوندند و یهو سرود که میخوندن یهو زندان درش باز شد زندان درش افتاد زمین و زندانبان بلند شد دید که اینا فرار نکردن اونا اونجا هستن و آدم های با ایمان هستند دارن سرود میخورن دارن پرستش میکنن و زندانبان فیلیپی به پولس و سیلاس گفت ای آقایان مرا چه باید کرد تا نجات یابم چکار کنم تا نجات پیدا کنم برم بهش از جهنم چجوری نجات پیدا کنم گفتند به خداوند عیسی مسیح ایمان آور که تو و اهل ات نجات خواهید یافت این راه نجاته میگه به ایسای مسیح خداوند ایمان بیار ایمان بیار که عیسی خداست از خدایان غیر توبه کن ایمان بیار که عیسی خداست و تو و اهل خانه ات نجات خواهید یافت آیا ایمان دارید به عیسی مسیح دوستان در اعمال باب چهار آیه دوازده می میگه و در هیچ کس غیر از او نجاتی نیست در هیچ کس غیر از عیسی نجات نیست زیرا که اسمی دیگر زیر آسمان به مردم عطا نشده که بدان باید ما نجات یابیم غیر از عیسی مسیح زیر آسمان هیچ نجاتی نیست فقط نجات از سرگی عیسی چرا چون عیسی فدای گناهان ما شد جریمه رو پرداخت کرد و ما میتونیم با ایمان به عیسی مسیح از جریمه آزاد بشیم و راهی بهش بشیم دوستان شما رو امروز دعوت میکنم که توبه کنید از گناهان از مذهب توبه کنید به عیسی خداوند ایمان بیارید عیسی که فدیه گناهان شما شد به جای شما مرد به جای من مرد تا ما را نجات بده آیا ایمان خواهید آورد اگه میخواین ایمان بیارید بگید که خداوندا امروز ایمان میارم که تو عیسی تو خدا هستی که برای من روی صلیب مردی و فدای گناهان من شدی و بعد از سه روز دوباره زنده شدی ای خداوند گناهان منو ببخش و نجات دهنده ای من شو ای عیسی خداوند منو نجات بده در نام عیسی مسیح آمین اگه این دعا رو بکنید دوستان نجات خواهید یابد تا برنامه آینده شما رو به خداوند میسپارم متشکرم که برنامه ارتباط ایمان را دنبال میکنید جایی که میتونیم شما را به خداوند ارتباط بدیم